Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Birodarom, xoharon, hamvatanon aziz. Inshaalloh ki mutmain hastam ki shumo ma yak va yak shumo khub hastay va imruz chiqadi ki barodar mon guftan yak barnomai doshtem baroi mardumi Tojikiston sohbat kunim bo barodaro. Va avvalo man mikhostam yak khabari khush ki inshaalloh ki shumo ro mogoh hast yak barodari mo yak همصفی ما یک برادر مبارز لایق و فیروز که یک سال باز در زندان بود از طرف حکومت تاجیکستان به تهمت هایی که نسبت برادران کرده بودند و یک سال در زندان بود و انشالله که حکومت روسیه برادر ما آزاد کرد و انشالله امروز به فکرم که با شما رو صحبت کرده گی بود در حالت خوب قرار دارند. اولا برادرمون با آزادی آزاد شدنشون تبریک میکنیم و بازم حکومت تاجیکستان باید فراموش نکنه که جوانایی که در این راه برآمدگی هن مقصد اینا تنها برای ملت است، نه برای وظیفه، نه برای دیگر چیز. هر چندی که حکومت کوشش میکنه که سری راه مبارزان شوه و اینا را زندان کنه که بعد از زندان برآمدنشون برادرها هیچگاه از این راه شانه نمیگردند و در قول داده خچون در سوگن خوردگی خچون همه وقت می ایستن و هیچگاه از این راه بر نمی گردن و انشاءالله که من امیدوار هستم که هر یک برادر که امروز ملت دوست و وطن دوست است برای وطنش، برای ملتش، برای دینش در بری مردم تاجیکستان می ایسته و سپر میکنه سینه خچه تا که دینی خچه، وطنی خچه و همه مقدساتی که امروز از طرف یک انسان پایمال کرده شده است از اینها دفاع میکنه. خب یک خبر داغی بود که چند روزی در رسانه ها میگرده که یک برادر تاجیکستانی، یک برادر ما، یک شهروند تاجیکستان در شهرهای مسکو در پادمسکو از طرف سه نفر شهروندان روسیه تحت بگیم سوی قصد قرار میگیره و یا در پشت به یک یراقی خودنیکی بگیم شکارچگی میزننش باز او برادر را گناهگار میکنن علاقه سه گناهگاری که در حقیقت به جان این برادر زخم باز دست و یا زخم دور شده و امروز در بیمارخانه است باز بر ضد وی یک دلیل جنایتی کشودن که بعد از بیمارستان برآمدنش باز این برادر را چکار میکنن دلیل جنایتش میکشن و کجا هست حکومتی که در قلبش در دست شده در قلبش میمونه خصوصا رحمانوف و دعوای ملت دوستی شهروند دوستی و دعوا میکنه که هر یک فرزندی تاجیک تاجیکستانی در کجایی که باشه ما آماده هستیم که به جان مقصد که دفاع کنیم از وی. اینه امروز بود که شهروندان تاجیکستان چی در وطن چی بیرون از وطن کشته میشن و رحمانوف خاموشه انتخاب میکنه. اگر امروز در یک دولت دنیا نمیدون در کدام دولتی که یک شهروند چه یک انسان دیگه اگر یا کارت بزنه یا که در صدمه دچار شوه در فرصتی کوتاه رحمانوف یک تعزیه بیان میکنه، یک همدردی بیان میکنه، نمیدونم که هم خیلی میمونه که نکلینی نبسته در پیشه مردم تنها برای منفیتی خچه نه برای منفیتی ملت. و انشالله که برادرهایی که امروز چی در درون تاجیکستان هستن چی در بیرون تاجیکستان هستن باید به چشم کشاده چشم خچانه بکشوه و نگاه کنن که جامعه ما و شهروندان تاجیکستان از پشت یک آیله به کجا رفته ایستن و از همه بدبختی است که روز 22 مای سال جاری با تصمیمی گرفته حکومت رحمانوف باید یک سپکتکل نوبتی باید بشه که تنها برای خوشیدن در چشم مردم یک رای پرسی یک برای تغییرات سرقانون جمهوری تاجیکستان بگردانه و مقصد که مردم آگاه کنه که سرقانون ایواز شده گرد. در حقیقت مردم از ایواز شدن سرقانون یکان خبر ندارن و در بسیاری چیزهای هسته که هر یک چیزی که امروز ایلاوه ها می دورن همین ایلاوه ها برزید باز همون سرقانونی خچانه ای. من انشالله که از شما را شرح می تیم انشالله که با در باره یک دو نقطه ای که حکومت امروز می خواهد که ایواز بکنه صحبت میکنیم. انشالله برادر عزیز این سبب ایواز کردن سرقانون مقصدی رحمانوف و جنایتوی که رحمانوف صادر کرده اگر در طول 24 سال ما نظر بکنیم چندین شاعرای ما
کشته شدن و زندانی شدن و فرار وطن کردن. سیاستمدارا، شاعرا، هر یک انسانی که در تاجیکستان برای ملتش یک سهم را میخواست بگذاره، به فرمان حکومت امروز، به فرمان خود رحمانوف از بین برده شد. همه اینا جنایت هستند، همه یارا تاریخ می نویسند، یارا انسان هایی هستند که تاریخ نویشتگی در یک جا ماندگی. بعد از رفتن رحمان و بعد از سر رحمان رفتن این دل ها قضیه ها برآمدن، میگن برای همین خاطر، برای که رحمان و بعد از حکومت رفتنشم یگان به اگان جنایت خودش جوابگر نباشه، امروز ایواز میکنه سر قانون جمهوری تاجیکستان و بعد از رئیس جمهوری رفتنش، یعنی خچه دخل ناپذیر میکنه، چون که دیگر روح نداره، فقط میتونه که مردم فریب نه و بوری اول نیسته که سر قانون ایواز میکنه بر منفیت خودش. به یک چیز نظر بکنه که در سر قانون جمهوری تاجیکستان چی اومده گه؟ در باب یک ماده دو قسم یک اومده گه که زبان دولتی تاجیکستان زبان تاجیکی است، زبان روسی همچون معاشرت بینی ملت ها عمل میکنند. یعنی زبان تاجیکی زبان دولتی های. هر یک چیزی که در حجت گذاری، در قانون گذاری های جمهوری تاجیکستان میشه، همه اینها باید به زبان تاجیکی نوشته شوند، کلمه های تاجیکی باشند. در ماده در باب یک ماده دو قسم یک زبان دولتی تاجیکستان زبان تاجیکی می باشد. نگه کنید در تغییر ایلاوه هایی که امروز رحمانوف می خواهد که داخل بکنه، در یکم چیزی که داخل میکنه از نام و متن کنستیتوسیا سر قانون جمهوری تاجیکستان کلمه سر قانونی خارج کرده شود. یعنی تا امروز آباد کنستیتوسیا بود قوس گرفته بود سر قانون جمهوری تاجیکستان، یعنی کنستیتوسیا و اشارت پریودش به تاجیکی بود که سر قانون جمهوری تاجیکستان و کلمه سر قانونی گرفته می شود، نه که کلمه کنستیتوسیونی مونده می شود. آیا سر قانون کلمه تاجیکی ای یا که کنستیتوسیا؟ قضاوت در گردن شما ای برادرو. به این تغییراتش، یعنی باز بر ضد ماده ای چند می روه؟ و باب یک ماده دو قسم یک، یعنی بر ضد او کنستیتوسیایی که بود بر ضد وای می روند. وقتی که زبان دولتی ما زبان تاجیکی، پس برای چی کلمه تاجیکی از بین برده می شود نه کلمه روسی؟ یک بار خودتون فکر بکنید که برای چی، سبب در چیه که کلمه تاجیکی از بین برده می شود و کلمه روسی مونده می شود. یک مکر نوبتی رحمانوف برای سر شما را ویران کردن، یک سپکتکل نوبتی است که برای سر مردم را ویران کردن و مقصد اساسی رحمانوف در اینجا جا کردن. مقصد اساسیش چیه؟ من در هفته گذشته گفتگی بودم که مقصد اساسیش دو پونکت که حکومت تاجیکستان تمام صلاحیت رحمانوفا و خودی رحمانوفا بالاتر از سر قانون میمونه. مقصدش تنها برای منفیت خودش. نگاه کنه که ایموز ایلاوه که میدارن به ماده دو قسم یک ای غیر قانونی میشه. در اینجا گفتگیه که زبانی دولتی تاجیکستان زبانی تاجیکی های. یعنی هر یک چیزی که در دکومنت ها در حجت گذاری تاجیکستان هسته و به زبان تاجیکی نوشته شود، یا برعکس کلمه سرقانون کلمه تاجیکی را کنار میگذارن کلمه روسی را میمونن. این یکم قانون شکنیشون. خب در دیمش در باب یک در باب یک ماده یک قسم دو مضمون زیرین ایلاوه کرده شود: شکل اداره جمهوری تاجیکستان پرزیدنتی می باشد. یک پونکت دیگه در اینجا ایلاوه میکنند. انا که نظر بکنه که در کنستیتوسیا پیشتره چی می گفت؟ باب یک ماده یک قسم یک جمهوری تاجیکستان دولتی صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه می باشد. اگه نگاه کنه شما که
وقتی که دولت تاجیکستان دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیاوی که باشه، پس چه خیر شما این دولت دولت میکنه که فقط یک پرزیدنت اداره کنه؟ آیا در دیگر دولت های دنیا که خودشان دولت دموکراتی میگن، مردم سالاری میگن، آیا در او دولت ها اداره کنی دولت پرزیدنتیه؟ باز در همین کلمه خودشان بر ضد کنستیتوسیون خودشان میرن، خودشان بر ضد همین قانون های قبول کردگی خودشان میرن. در بالا گفته شده است که دولت تاجیکستان دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی است. اینجا با یک پونکت دیگر ایلاوه میکنن، یک قسمت دیگر ایلاوه میکنن که دولت تاجیکستان شکل اداره کنش پرزیدنتی های یا دیوانه شیدگی هن. یا خیال میکنن که این مردمی که در اینجا هستن یا دیوانن یا رزبیرد نمیکنن. امروز مردم هم فهمونه که برای چی سرخانونه ایواز میکنن، در گوشوه برای چندین سرودو خونده که نه این بهتر میشه. این چیزا رو نگه کنه که وقتی که هر یک دولت که خیلی دولتی دموکراتی میگه، وقتی که در سازمان ملل در دولت های دیگر دولت های را قبول میکنن با یک دولتی صاحب استقلال، اولا چیکارش میکنن؟ اول کنستیتوسیون چه پرویرکه میکنن؟ کنستیتوسیون پرویرکه میکنن که آیا قانون گذاره که در سر قانونی. خوب تشکر زیاد برادر، نمیدونم خطا کردی جو خیلی خدا نگاه داره. وقتی که هر یک دولتی که خچه صاحب استقلال اعلان میکنه، وقتی که پیشنهاد میکنه سر قانونی خچه، سرقانونش دیده میشه از طرف دیگر دولت هایی که باید احتراف میکنن یا نی. خب یکم سرقانونه که در جمهوری تاجیکستان بود قبول کرده شدگی بود، یکم کمبودی نداشت. بعضی کمبودی ها بودن که خیلی یورا میشید که اگر حکومت مسلمان میشید، حکومت ملت دوست میشید و یورا ایواز میکرد به منفیت مردم، یکی اوجا زیادتر منفیت ها برای مردم دن نه برای پرزیدنت. خب ایره قبول کرد شیطانگری رحمانوف و بین مکر هیله رحمانوف و بکی سر قانونی اولی که قبول شدگی بود یکان گناه نداشت. ایره پیشنهاد کرد به تمامی دولت های دنیا، دولت های دنیا دیدن سر قانون دیدن از روی سر قانون جمهوری تاجیکستان یک دولت صاحب استقلال، یک دولت الهیده اعلان کردن، یکان کم بودی نداشت. سال تا سال، سال 99 بسیار صلاحیت را به خودش گرفت، مردم از حقوق خودشون خارج کردن، مقصد دیگه حقوقی نداشتن قبلا روز تا روز 2003 و امروز آخرین زنجیری هسته که برگردن ما و شما می اندازد، زنجیری غلامی. یعنی دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیاوی بازدتش یک قسم دیگر داخل میکنن که شکل اداره دولت تاجیکستان ای پریزیدنتی های خودشان معناش نفهم در بالا نویسه که مردم سالاری های، یعنی مردم انتخاب میکنن هر چه که مردم بخواه هوا میشه. باز در تشیط اگه ایلوه میکنن که نه، این دولت دولت پریزیدنتی های. وقتی که دولت دموکراتی باشه اوجا باید سخنی وکیلو بشه، سخنی دیپوتت ها بشه، دیپوتت ها پیشنیاد بکنن، خلقی را پیشنیاد بکنن، دیپوتت برای خلق بپرسه چیزی که خلق میگه، از زبان خلق بیاره پیشنهاد بکنه، از زبان خلق سخن بگه، ایره از بین میبرنن. باز دعوا دارن که تاجیکستان دولتی دموکراتی حقوق بنیاد ای خیلی بگیره شمجا را همه این پونکتوش او بیرد کنه، بگه که دولتی پادشاهی، دولتی رحمانی شیدگی ای، دولت حکومتی رحمانوف شیدگی ای، هر یک چیزی که رحمانوف خواهیم میشوه. یک چیز دیگر باید او وکیلایی که امروز شما در اوجه ششتگی اشکامات و دم کردگی، امروز مردمی که به پول خودشان از کیسه خودشان مسجدها ساز میکنند، او مسجدها را به فرمان شما و فرمان رحمان و فیرام بدل نمیدونه، به دیسکاتیکا به قور و بلا میکنه، فقط تنها برای مردم پراکنده کردن. و امروز چندین خانه های شده که میگیره به مردمی که خانه ندارن با ویو میتیه. خب یک چیز شما فراموش نکنه که یک
مسجدی که میسازن مردم، اگر اون مسجد در اون مردم در کار که نباشه و هیچ محل نمیسازنش، همون چیز که ساخته شد مردم به هوای محتاج هوای مسجد هستن، میخوان که اون مسجد باشه که ساختنش، اگر هوای در کار نمیشید و یا نمی ساختن. کجا شد مردم سالاری شما؟ کجا شد دولت دموکراتی شما؟ و این خانه ها را میگره به دیگر کسامی که به مردم کم بزاعت برای در چشم مردم خاک پاشیدن و اینا را غیر قانونی میگه. یک ماشین، یک خانه که اولاد رحمانوف و بچه های وزیرایی که همش کلگی از یک ریان هستن، از ریان رحمانوف هستن، یک خانه یک ماشینی هم لعنتی ها را فروشه، 10-15 زنه که صاحب خانه میکنی و همه میدونن که هر یک خانه های که شما سختگی همش غیر قانونی هن. یکان کسی تو وجود نداره. به یکان ستندردی همون تاجیکستان یکان کسی جوابگو نیسته. امروز چی قصد ظلم میکنی به سر مردم ها؟ همه این ظلم تو با کنارش بگذاریم، امروز مردم ها فریب میکنی، سرقانون ها ایواز میکنی، سرقانون ها ایواز میکنی، خودتان نمیدونه که چکار کنی. خودتان در یک پونکتش، در یک قسمش یک گپ میگی، در قسم دیگریش همون گپی خودتان خودتان با رد میکنی. و او دپتت هایی که در اوجه اشتگی ای را بفهمه که امروز گناهگار یا رحمانوف نیست، امروز گناهگار شما را مسته. شما را هسته که وطن فروخته در سر قانون جمهوری تاجیکستان که شما قبولش داری در باب یک ماده هفت چی تو میگه؟ شما را بدبخت ها، شما را میگه حکومت دارو، شما را میگه هم دپتت های حرام خره کششتگی، شما را اشاره به شما میکنه در پونکت هفت، در باب یک ماده هفت حدود تاجیکستان تقسیم نشونده و دخل ناپذیر است. آیا اما شما بدبخت های نبوده که وقتی که زمین تاجیکستان فروخته شد امضای خودتان گذاشته؟ آیا شما همون بدبخت های نیسته که شما قسم اخره به ملت، قسم اخره دستان به قلبتان که قسم به ملت که ما به شما خیانت نمیکنیم؟ شما نانی مردم خورده در نمکدانشون توف کرده، شما این مردم غلام و بکس و نکس کرده، زمین هاشون نفروخته. حتما اون روز میرسه که در پیش این مردم شما جواب میگی و هر یک قانونی که شما امضا میکنی بر ضد ملت هستی، بر ضد دنیا هستی، هم در این دنیا هم در قیامت جوابگو هستی. در قانون گذاره که بر ضد حجاب گرفته امضای خودتان مانده، بر ضد ریش، بر ضد همه آزادی های مردم ها محدود کردن، از بین بردن آزادی های مردم، مردم ها در یک اوگل آورده محکم کرده که سخن گفته نمیتونن. و امروز کسی که از روی سرقانون گمه زد که سرقانون ما را اجازت میده که طلب حقی خود ما نکنیم، امروز ما همین سرقانون را چکار میکنه؟ کار میکنه که مردم دیگه زبان گب زدن نتونن. هر یک جنایت که امروز رحمانوف و شما صادر میکنه، جنایت رحمانوف صادر میکنه که فایدهش به شما رم هست، شما رم از او کوساکا که رحمانوف میخره کمترک به شما رم میپرتوه، گوشت رحمانوف میخره سخونش به شما رم میپرتوه، شما برای از سخون شده ملت فروخته شده، وطن فروخته شده. امروز شهروند تاجستان هم میزنن میکشنش، هم گناهگارش میکنن میبرن ترمش میکنن. در کجا هسته که یک نا تروان کنی؟ در کجا هسته حکومت دارا که بر پیش این شهروند تاجیکستان بره از قضیه با خبر شه؟ در تاجیکستان شهروند تاجیکستان بردن کشتنش، حقوق نداره که در تاجیکستان جنایتکار به جنایت بکشه. شما بده قانون قبول کرده، شما بده شهرنامه را قبول کرده که هر یک شهروند که هر یک کارمندی دویزه دستد یکم در تاجیکستان جنایت صادر میکنه، حکومت تاجیکستان حق نداره که باید به جوابگاری بکشه. یک دختر تاجیکه، یک مادر تاجیکه، یک فرزند تاجیکستانی را از بین بردن شما حقوق نداره گپ زنی.
شما گپ زدن نمیتونه. شهروند تازه در وطنی در وطن شو زدن رانی چش کردن قریبی مردنه و یا دیلی جنایتی کشودگیان. اگر وای نمرد با زندهش میگیرن میبرن زندانش میکنن. کجا هسته شما وطندارا با گفته اختون؟ کجا هسته ملت دوستا شما؟ ایموز یک جوان اگر صحبت کنه دعوای خچپ کنه و یک تهمت به تروریست به اکستریمیست میکنی و یا میبری سالهای سال زندانش میکنی. زیاده از 35 نفر جوانایی که از ناحیه راغون عدیه های قلعه نباورده محکم کرده رو تانت سیاه کرده در رسانات گفته که ای گپا یگان تش اساس نداره. ما یگان کسا نوردیم، یگان کسا محکم نکردیم. مادرهای برای برامدن در پیشی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا شما رد کرده انویده لعنت الله به شما باشه. شما رد کرده ای را. امروز مادره برای مجبور شدن که بیاین سرشان خم کنن پیش دختر رحمانوف که تا که فرزندهای برای را آزاد کنن. ای چی حکومت داری است ایده شما؟ مادر بروزی به خون دل فرزند شکلان میکنه روانش میکنه خدمت وطن برای وطن خدمت کنه بعدی 5 روز مردش هم میارن. جوانایی که برای عقیده خودشان برای دین خودشان برای سخن حق خودشان امروز میاره زندانشان میکنه. شما خیال میکنه که حکومت شما از بین رفتنی نیست؟ دولت شوروی که از همه بزرگ بود از بین رفت، فرعون از بین رفت و ستا هم خیلی شما فرعون چاید که از بین رفتن شما رم از بین میره. و حتما اون روزه میشه که شما در این دنیا رم جواب میگه و در قیامت هم در پیش الله. و من مطمئن هستم که یگان شهروندی تاجیکستان این جنایت های شما صادر کرده یگان کسی از گناه شما نمیگذره. در هر یک گناهی کردگی تو در پیش ملت جواب میگی. امروز چرا بهانه کرده برای مکر خودتان داخل کردن کلمه ای ورا بیا با کلمه یا ایواز بکنین. سرقانون باید ایواز شوه. این سرقانون بسیار کمبودی ها داشت. چی کمبودی داشت؟ در جای کلمه ای و بد باید ما میگیریم با یا ایوازش کنیم یا که کلمه دادن در رحمان رو معقول نشید بگیره با سپوریدن ایوازش بکنی. برای رحمان رو خودش دادن نمیتونه، یک شرایط خود به مردم دادن نمیتونه. برای امیک در رحمان رو معقول نشید با کلمه دادن ایواز کنیم با کلمه سپوردن. کمبودی ما در شما حکومت دارو نه در کنستوتسیا نه در یکان شهروندی تاجیکستان. شما را از بین بردن در کار حکومت دارو و خود رحمان و این سلالت را از بین بردن ای. کمبودی ما انمی ای که شما در سر قدرت هستی. تو که مردم افره میکنی؟ در سرخانون جمهوری تاجیکستان در قسم دویم ماده 34 در تحریر زیرین افاده کرده شود. پدر و مادر برای تعلیم و تربیه فرزند و فرزندان بالغ قابل مهنت برای نگاه و بین و تأمینات اجتماعی پدر و مادر مسئولند. خب پدر و مادر نگاه کنید چی میگه. پدر و مادر برای تعلیم و تربیه فرزندان بالغ تا 18 ساله جوابگو هستند. خب ما فهمیدیم شما حق تا 18 ساله پدر و مادر گناهکارند. پدر محیدی کبیری 95 ساله بود. کبیری خودش ای 50 بالا ای. پدرش چی گناه داشت که باید گرفته برده گفته در پدر جوابگری در پسر جوابگری. صدها جوانه که برمدن دعوا کردن پدر و مادر زن و فرزنده باید چی گناه داشتن؟ چی بکش ما از روی همون سرقانونه که خودتون قبول کردگی کار نمیکنی. در جای سرقانون آمدگی که باید در گناه فرزند زن برادر پدر مادر خش دوار همسایه هم کشلاخش جوابگو باشه. این کنستود سر برادر عزیز بخشش اگر گروه برم شد کنستود سر شما تجاوز کردگی لعنتی ها برای منفیت خودتان نه برای مردم.
در 40 تا ایلاوه که میکنه یگان کلمه برای بهبودی مردم تاجیکستان است، یگان کلمه ایواز کردگی نیست، یگان کلمه داخل کردگی نیست برای منفیت مردم. مرد است برای آشکارانه بگه که ما میخواهیم شما را غلام کنیم. در وقتای عصرهای میانه برای یک غلام میلیون ها میلیون ها صرف میکردند. یک غلام هم میرفتن پل قطی میخریدن میوردن و لیچینش میکردن و نگاه بینش میکردن سالش میکردن که بعد یک کار بکنن. امروز مردم فریب کرده به پل غلام شو کرده ساده. امروز اخیرین زنجیری است که روز 22 در گردن مردم شما دختنشه و مردم تاجستان غلام ابدان کردنیه. تا با که مردم تاجستان باید خاموشی را انتخاب کنند؟ هر یک چیز معیار داره، زان که از حد بگذرد رسوا شود. شما از حد گذراندگی بدبختی که شما به سر ملت آوردید که کنار نداره. مردم صبر شو لبریز شد و حتما روزش میشود که این مردم قیام میکنن، قبر شما رو میکنن. امروز یک گروه جوان که نه از سیاست خبر دارند، نه از مکر و فریب شما خبر دارند، امروز پلاکات ها را در دستشون داده و لازمه که من خودم آواز میدهم در بدر خانه گشته است که روز 22 بیای آواز بتیه. آیا شما باید را فهمانده که در چی آواز بتیان؟ آیا شما فهمانده که در سر قانون جمهوری تاجیکستان در ماده 65 فقط دو تایی است که فقط به منفیت رحمان و برای منفیت رحمان و آیله رحمان و شما مردم فهمونده که به قبول کردن این سر قانون شما غلام ابدن ما میشه. در سود هم باشه، در کشتن، در کجای باشه، اخیرین سلوه را میتیند، اخیرین کلمه را میتیند که اخیرین کلمه تا بگو. یک بار مردم ها بفهمونه که همین مردم شما را قبول دارن یا نه، و خودتان مطمئن هستید میدونه که مردم شما را قبول ندارن. به همین خاطر به فند فریب مردم ها میخواه که چکار کنی غلام شما بکنی. جوان ها را از بین برده. شما خودتان میگه که جوانان آینده ملت هن. کدام جوان ها؟ سوال به شما حکومت دارو کدام جوانو؟ همون جوانایی که 40 سال پیش جوان بودن و یا 50 سال پیش سراشو کل شدگی هن در بر رحمانو فن، یا که اون جوانای پکلین پیپسی که خیار رحمانو فستن. ما کسی نیست صرف پشتگی موی سرشو راست زدگی به هوایا و یا نه حفظ ملت دوستی نه وطن دوستی دارن و یا در دیگه جا پلی دزدی را خوردگن و یا ناموس ندارن. این مردم به ناموس که برای که پدر و مادر و یا خوار نگردن امروز آماده هستن به همه کار دست میزنن، به همه کار پس که تا که پدر و مادر و یا پیش از مرگشان عذاب نکشن. این جوانایی که بیرون از وطن است یا باید در حکومت باشن، یا ملت دوست هستن، یا پدر دوست و وطن دوست هستن، اما فرزندای شما شما را حرمت نمیکنن. و کدام خودی برای که به پول حرام شما وایا با وایا رساندگی. همین خوگ هم میگن که بی‌ناموس برای چه؟ برای که پول حرامی میخره، مقصد چیزی حرام هم میخره، چیزی غشت هم میخره. هم فرزندهاش ما از حرام خیلی نه ناموس دارن، نه ملت دوست، نه وطن دوستن. جوانایی که در حقیقت ملت دوست وطن دوست هستن برای شما خائن ملت شدگی هن، برای شما وطن فروش شدگی هن. در قسم 14 میگه که در ایلاوه که امروز رحمانوف در سرقانون ایلاوه میدوره که فرزندای بالغ که قابل مهنت هستن نگهبان پدر و مادر باشن.
ایرا مردم نمیدونه، ایرا مردم نمیدونه، خیالتون که چیکار کنن. امروز مردم تاجیکستان برای خاطر پدر و مادرشو بیرون از وطن برآمدگن که تا کی ویا خار نشوند. مردم تاجیکستان میدونن که شما جوابگاری یگان چیز به یگان چیز جوابگار نیستی. در هر یک دولت دنیا، در هر یک دولت دنیا یک شخصی که شهروند است تا 65 سالگی شه و کار میکنه، بعد از 65 رفتنش و یا حکومتش پولش میتیه که وقتی که کار نکرد از گشنگی نمره. امروز مردم در زندگیشون در جوانیشون به کار تأمین کرده نمیتونه، بعد از این باید همه چیزا میگردونه در گردنی فرزندوشون میکنه، یعنی خطان به خطان بکنه، تکیه به ما نکنه. ایلاوه هایش ما همی را در نظر دارند. در کجای حکومت، در کجا هسته که به مردم یک اما پنسیه بته که اون مردم قرن پول یک دو خلطه ارد دایه مو بگیره. یک شهروندی تاجیکستان میمره ای کارا بیچاره 40-50 سال کار میکنه 100-150 سوم آیلکش میتیه، یک حکومتی لعنتی 8000 سومانی میگیره، پول 40 شهروندی تاجیکستان هم میگیره. شما فقط یک چیز میتونید سر قانون عوض کردن، قانون گذاری به منفعت ختان کردن، یک قانون بگذاره که به منفعت مردم باشه، یک ایلاوه در سر قانون بکنید کدومه که کروبت میگیره، کدومه که فساد میگیره و یا باید تقمی قتلش بتیان. تاجیکستان یگان کمبودی نداره، کمبودی تاجیکستان ها در انمی حکومت های که شما در طول 24 سال از دزدی، از غارت کردن، از فشار آوردن به سر مردم، به علم و به سواد و کسلی و همه درد به سر مردم آوردن سببشون شمایی حکومت دارو. امروز گناه سر قانونش نکنی، امروز گناهگار شهروندای تاجیکستان نکنی به عوض کردن شما در این پونکتی در 34. مقصد شما میگه که شهروندای تاجیکستان پدر و مادرشان رو نگه نمیکنن. اگر شهرونده تاجیکستان جوان ها پدر و مادرشان رو نگه نمیکنن به امیدی پنسیه شما میشتن، در تاجیکستان از 50 ساله یگان مرد نبود همش مردگی بدن اگش نگیرن. همشی جوانه بناموسی تاجیکستان تاجیکستانی هستن که نمیگذارن که گردنی پدره و گردنشو کجی حکومت شوه که قرض حکومت تأمین کردنی زندگی آسوده بعد با پنسیه رفتن مردم. یک انسان یه بار برمه گفت که رحمان افتاد دیکتاتری با فکتا و با دلیلاش و تهمت کرده یک سال حیات در زندان گذاراند. یک مادره که فرد بخشش زیاد برادر عزیز اینترنتم قد شد. امروز هم گناه در کلای ملت نزنی، در گردن ملت نزنی، گناهگار شمای حکومت رو. سرچشمه تمام بدبختی که در تاجیکستان اولا رحمان و فساد، بعد او سگای و حشرات های ضرر رسان که در گیر نشستن ضرر می رسانن به ملت. برادران عزیز، هموطنان عزیز، باور بکنید که روزی بیستدیم روزی ایواز کردن سرخانو نیست، روزی بیستدیم ایواز کردن حیات شما، حیات انسانی بغلامی، قبول کردنی غلامی را قانونن، یعنی ما قانونن غلام رحمانو هستیم. روز است که هر یک شهروندی تاجیکستان، هر یک تاجیکستانی، هر یک انسانی که چی پیش در تاجیکستان زندگی کرد، چی امروز ترک وطن کرده که حتی ترک شهروندی تاجیکستان کرده گیای، باید دفاع بکنه، باید ببره در کوچه‌های در کدام دولتی که نباشه طلب بکنه که ما قبول نداریم حکومتا. امروز یک داغه که به سر ما آوردگی، این داغ ابدا به تمام شهروندهای تاجیکستان میمونه، به تمام نبره ها و نوسته ها و فرزندهای شما میمونه. ما را حکومت تاجیکستان
برگردانده است به عصرهای میانه، به دوره پادشاهی. در دوره پادشاهی فقط یک انسان حکم کرد، هر چیزی که باید حکم کرد روی میشی. امروز شما را مجبور کرده است که به همون طرف بگردی. یک بار نظر بکنه که 100 سال پیش نگاه بکنه که مردم هم گفته که ماشین میشوه، هم خیلی ماشین پیدا میشوه، مردم گفته تو دیوانه ای، تو چی امروز پیدا شی؟ عقل که شما داره برزگاه های حکمدارا 70 ساله و 60 ساله است، عقل شما کهنه اش دیگه از بین رفتگی ای. خیلی که امروز زمانه پیش رفته است، تکنولوژی پیش رفته است، سواد مردم جوانا زایید زیاد شده است، فهمیش و یا زیاد شده است، طلبات و یا زیاد شده است. یک بار نظر کنید ماشینی که 50 سال پیش برمدگی بود و امروز نگاه کنید یک ماشینی 2016 برمدگی، چند قد فرقیه داره. ما را رحمانوف مجبور داره که در 53 دوره سیوس تله کرده زندگی بکنیم. در بارش مونه وقتی که رفتیم با تله زادید می شود. مردم قفا برده است رحمانوف به حکمت دارید. به همین خواهی که مردم قفا کشیدی، قفا کشیدی، باز امروز غلامشو اعلان میکنی. بگذار مردمی که میخوان مثل انسان زندگی بکنن، سر راه یارو نگی. 24 سال حکمرانی کردی، دزدی کردگی که به تمام هفت پشت بس های دیگه خلق از آمنتی ببرو استعفات ها بتی نابود که خدسیه ایتا. موز مردم ها دیگه غلام نکه، بس بکه دست بکشه ای بدبختی ها. و خدا روزش می شود که الله شاهد باشه، روزش می شود که هر یک دزدی تا مردم می کشن می گیرن. امروز وقت رسته که استعفا تبتی برو گم شه. اگر تو گمان کنی که کسانی که در تاجیکستان هستن و یا خاموشی را انتخاب کردین و یا طرفدار تو هستن، الله شاهد باشه که خطا میکنی. و یا روز را نگه دارن که مردم قیام کنن و تو به این قانون گذارت هر روز هر ساعت شکست حکمت خطا نزدیک آورده استی. و الله شاهد باشه که به این کار را کرده استی روز تا روز شکست حکمت نزدیک ای. روز تا روز تعداد جوانای آزادی خواه، دیگر اندش، وطن دوز زیاد شده است و حتما روزش می شود که قیام میکنند. و کسی که امروز در کنار رحمان و فسته یک بار بدگر ریولوسیون نگاه کنی، بدگر انقلابا نظر بکنی، دست بکشی، نگذاره که مردم قیام کنن، بعد اوجا بگه که ما بس کردیم که او وقت دیگه مردم نمی بخشه تو. امروز فرصتی داره که پیش ملت بزانو بزنی، برای آزادی ها رو محروم کردن بخشش بپرسی. والله که اگر امروز بکنی مردم شاید که ببخشه تو. او روز غضب مردم که اومد او روز گنه نمی بخشن تو. خوب برادرای عزیز، تشکر زیاد. اگر یکان سوالی باشه من در میجه هستم. اگر در سوالهای شما من جواب داده بتونم با جان دل برادر عزیز.